جنگ، برنامه ای که 8 هفته رو در خدمتتون بودیم. خوشحالم که مورد استقبالتون قرار گرفته. یه همچین برنامه تقریبا در هیچ شبکه تلویزیونی خارج از کشور و داخل کشور هم نداریم، به خصوص در جمهوری اسلامی که همچین برنامه رو اصلا نمیتونن بذارن، چون نگاه علمی به مسائل انسان و مذهب و خدا و سیارات از دید جمهوری اسلامی کاملا مردوده و هم من هم آقای ویکتوری که در خدمتشون هستیم مطرودیم. اصلا ما کافریم که داریم راجع به علم صحبت میکنیم. موضوع اینه که ما در اولین برنامه شروع کردیم از لحظه بیگ بنگ. این توضیحات رو هر دفعه در ابتدای برنامه من میدم برای کسانی که شاید اولین بار برنامه رو میبینن. از لحظه بیگ بنگ یعنی لحظه ای که انرژی به ماده تبدیل شد، ماده به عناصر مختلف تبدیل شد، بعد خورشید یا در حقیقت ستاره ها متولد شدن، بعد از ستاره ها سیارات به وجود اومدن و کهکشان ها درست شدن و بعد چگونگی به وجود اومدن کره زمین که مورد نظر ماست از لحاظ علمی نگاه کردیم بهش، و بعد هم چگونه حیات در کره زمین به وجود آمد، چگونه اکسلولی در قعر اقیانوس ها تبدیل شد به ماهی و بعد دست و پا در آورد و از آب اومد بیرون و بعد تکامل پیدا کرد و به حیوانات مختلف از جمله میمون، دایناسورها و غیره، همه اینا صحبت کردیم تا رسیدیم به انسانی که تقریبا شباهتی به انسانهای امروزی داره. البته این بسیار متغایر با صحبتهای مذهبی که میگویند خداوندی است، یک پیرمردی اون بالا مالها نشسته، در یک لحظه جهان را آفرید و در 6 روز زمین را، زمین تاریک شد، زمین روشن شد، جنگل ها پدید آمد، انسان پدید آمد، انسان یه نفر از گل ساخته شد، بعد از دنده چپش حوا به وجود آمد و بعدم و از این صحبت ها. اما نگاه علمی به جریانات نگاه واقعیه، نه فلسفی و نگاه اعتقادی، که با جناب ویکتوری در این مورد صحبت رسیدیم به جایی که این انسان. سلام آقای ویکتوری. خیلی ممنون، متشکرم، انشالله که در سلامتی کامل باشید. بله، همی گفتم که انسان ها وقتی که تونستن برای خودشون اجتماعی درست کنن، دهکده هایی درست کنن، بعد به گفته آقای ویکتوری این آدم ها بعدن ارتباطاتی با هم پیدا کردن و این ارتباطات باعث شد که بخوان قوانینی بین برای خودشون داشته باشن، شروع کردن به ساختن بت‌هایی به عنوان خداهای گوناگون، خدای دریا، خدای آب، خدای سلامتی، خدای تولد و غیره، و اینها رو میپرستیدن و میترسوندن آدمها رو از کارهای خلاف که میگفتن این خدایان شما رو جریمه میکنن و شما رو جزا میدن و غیره، تا یه روزی که یک شخصی به نام ابراهیم پیدا شد و گفتش که رفت تو، یه روز که مردم نبودن رفت تو کعبه زد بوتا رو عمر شکست و تبر رو گذاشت. این داستانش همه میدونید دیگه. اما اینکه از اینجایی دوباره میخوایم شروع بکنیم که این آدم ها نیاز به وجود مذهب و خدا پیدا کردن، چون در مذاهب اینطور عنوان میشه که خداوند انسان را آفرید، ولی آقای ویکتوری میگن نه، انسان بود که خدا را آفرید. حالا از اینجا بریم، در خدمتیم آقای ویکتوری. بله، همونجوری که شما گفتید مردم نیازی داشتن، یعنی پیدا کردن بیان به اینی که یک آیدیایی، یک نقشه، یک کسی رو، یه چیزی رو پیدا کنن که به اون رب بدن، به اینی که اون چیزهایی رو که در برای زندگیشون ارزش داره و لازم داره اونها اینا رو فراهم بکنه. و برای این بود که به مجردی که به حساب یک جامعه که اول به صورت فقط یک مرد تنها بود و بعدا اینها مردها با هم دیگه بودن، با زنها با هم دیگه بودن، اینها می رفتن به جایی که هم غذا بود هم غذایی که گوشتی بود را می رفتن، یا یک جایی که علف و لوبیات و چی بهش میگن اینا رو، گیاهان مختلف مختلف بودن
که اینا قضاشون و اینا اون اینا به عنوان هانتر گردره همون جوری گردره بهتون گفتم میرفتن از اون جایی که بودن پهلو اون جایی که گوشت و این غذاهای مختلف و اینها وجود داشتن میرفتن اونجا که غذاهاشون رو بخورن. غذا هم که میخوردن بعدش بلند میشدن میرفتن یه جای دیگه که این جایی بود. ولی کم کم اینها یاد گرفتن که چجوری گوشت ها رو به حساب پرورش بدن و یکی دوتا حیوانی مثل گوسفند و گاو و فلان و اینا که اینا عادت داشتن که بخورن و همچنین ماهی که اینا از زیر دریا میگرفتن و اینا اینا رو که یاد گرفتن دیگه که اینا پرورش بدن و اینا اون دیگه لازم نبود برن جایی که اینا هستن و یک اولین قبیله و اولین حساب چی میگه دهکده پیدا شد و در اونجایی بود که باعث شد که مردها و زنها هم که با هم دیگه یک رابطه نچرالی بود که داشتن دیگه این رابطه ای که داشتن اینا هم با هم دیگه به حساب پر شدن یعنی یک جفت شدن و این اون و کم کم تصمیم گرفتن که یک رابطه یک مرد و یک زن خصوصی بشه وقتی یه بچه ای آوردن تصمیم گرفتن که با هم دیگه به عنوان یک فامیل ببونن و فامیل که به وجود اومد شدن پدر و زن و بچه ها و بعدن شدن برادرها و اینا وقتی بزرگ شدن دیگه برادرها هم که زن گرفتن و خلاصه اینا همه با هم دیگه جمع شدن و از قبیله که بزرگتر شدن به صورت یک شهر در آمدن. حالا با این چیزی که زندگی اینها عوض شد و اینجوری که داشت شکل میگرفت کم کم اینا رابطه هایی که با هم دیگه داشتن میباید بود یک چیزی این رابطه ها رو چیکار بکنه کنترل بکنه یه جوری باشه که این رابطه ها رو بتونه به صورت خوب بگذرونه. مثلا دو تا یه مرد و یه زن با یه مرد و یه زن دیگه میدونن رابطه داشته باشن که بشینن با همدیگه شام و نهار بخورن و سلام علیک بکنن یا اینی که میدونن برن خوراک همدیگه رو بگیرن به دو زن رو بخورن و با همدیگه دعوا بکنن و مثل الان که با همدیگه فامیلا با همدیگه دعوا میکنن و دوستا و اینا با همدیگه میکنن. حالا برای خاطر اینی که این دوستی و اینا یک قانونی پیدا بکنه یک رویهی پیدا بشه بیون این دوستی ها که در یک قبیله مردم یک قبیله به وجود میمد وقتی میگه مردم هم یعنی یه فامیل به حساب به وجود میمد این بود که اینها میبایست بود که طبق قوانینی طبق قانون هم نمیشه بهش گفت چون قانون وقتی اومد که اینها واقعا مثل حالا که قانون داریم و اینها اون که اگر چنانچه خوب گوش کنی اینجا چی میگه اگر چنانچه کسی بود که به این قوانینی که میذاشتن که طبق اونا میبایست بود رفتار کنن که به حساب دزدی نشه کتک کاری نکنن هم دیگر رو نکشن اینها اون که این کارهای خلاف نشه اینها مثل الان که ما در هر مملکتی و الان البته خب حالا خیلی بزرگتره ما نه فقط یه دهکده داریم بلکه در دهکده هم دهکده ها یک شهر داریم شهر هم در آمریکا مثلا هر جاهای دیگه ستیت داریم بعدش یه مملکت داریم و دیگه مملکت های مختلف داریم و حتی قاره داریم و هر کدوم ما در و الان به جایی رسیده که بشر که تکامل پیدا کرد یعنی انسان وقتی میگم بشر الان دیگه در ضمن به تو میگم در این موقع دیگه انسان کاملا پیشتر اومد جلوتر اومد و با حیوانات و اینا دیگه رویش جدا شد و انسان ها خیلی جلوتر اومدن چرا چون هوش بیشتری داشتن و زودتر فهمیدن که خودشون رو به حساب ادوکیتد تر بکنن و طبق قانون بیشتر رفتار بکنن اینو و خلاصه یه جوری شد که بشر با حیوانات جاشون
معلوم شد و بشر خیلی جلوتر اومد، خیلی زودتر پیشرفت کرد و اصولا مثل حالا دیگه شد رئیس. الان میدونید که همه جای دنیا دیگه رئیس فقط بشره دیگه. البته الان آقای ویکتوری هوش مصنوعی الان رئیس انسان ها شده دیگه. آره این ریشه چیز مصنوعی یه چیز تازه است که در اومده الان میگیم که چطور شد. ببینید خب این باید روی تاریخ الان بریم، الان این کاری که الان باید بکنیم اینه که باید بریم نگاه کنیم ببینیم که چقدر ما باید در عقب بریم در تاریخ بشر، در تاریخ تکامل بشر، که ببینیم چه تحولاتی به وجود اومد در چه زمانی و چطور ما اینقدر جلو اومدیم که به امروز رسیدیم. کما اینکه همه میدونید که امروز مردم یعنی بشری که هست بستگی به این داره که در چه شهری زندگی کنه، در چه استیتی زندگی کنه، در چه مملکتی زندگی کنه و حتی در از چه نژادی باشه، از چه نژادی باشه، که اینا همشون زنده های قوانین مختلف دارن و قدرت های مختلف دارن، بیشتر دارن، کما به این که حتی به یه جایی رسیده که این انواع مختلف بشر که داریم، انواع مختلف یعنی سیاه و سفید و نژادهای مختلف، چی جارم؟ نژادهای مختلف، رئیس های مختلف، نه فقط رئیس، اینا ببین فقط رئیس نیست، باید یه رئیسی داشته باشیم و در توی رئیس هم هنوز قسمت های مختلفی وجود داره تا اینی که قسمت های مختلف میاییم تا یه فامیل برسیم، یه زن شوهر، یه بچه، این نقطه اول یک فامیل و چیز اول یک بشره. حالا بعد به اون نگاه کنیم، همه میدونید که خیلی آسوده فکر کنید بدونید که امروز یه خیلی فرق داره با سابق. حالا وقتی من میگم سابق، من کیو دارم میگم؟ سابقه یه ماه پیش، سابقه یه هفته پیش، سابقه یک سال پیش، 20 سال پیش، 100 سال پیش، 1000 سال پیش، 10,000 سال پیش، 2,000 سال پیش، هر کدوم اینا رو که ما بگیم یک زمان متفاوتی با هم دیگه به وجود میاد. و تفاوت اینها چیه؟ تفاوت اینها بسته به اینه که چقدر بشر جلو آمده، چقدر به حساب تورسته که بیشتر فکر بکنه. البته تنها حیوانی که فکر میدونه بکنه بشر نیست، حیوانهای دیگه هم فکر میکنن، ولی حیوانهای دیگه که مثل بشر فکر نمی کنن که الان تفاوت بشر، وقتی که میگم میونشون یک کسایی رو دارید مثل آقای آلبرت آینشتاین و نمیدونم آپنهایمر و این اون کسایی رو دارید که خیلی خیلی اطلاعات بیشتری دارن و خیلی هم هستن که هیچ اطلاعاتی ندارن، همه مون میدونیم. حالا این اطلاعات خیلی مهمه، من یه لغتی رو آوردم گفتم اینجا اطلاعات. اطلاعات هم یه موقعی شد در تاریخ بشر که البته تاریخ بشر از موقعی شروع شد که از زیر اون حیوانا ماهی ها که پاشتن از زیر دریا اومدن و شروع کردن در سر زمین راه رفتن و بزرگ شدن و بزرگ شدن تا اون عکس مشهوری که هر دفعه نشون میدیم، حالا هم نشون بده که نشون بده که از یک میمون که بشر فقط از میمون اومده، از یک میمون چجوری ما اومدیم تکامل پیدا کردیم به اینجایی رسیدیم که الان اون میمونه شده یک انسان پشت یک کامپیوتر نشسته، عوض اینی که نیزه رستش بگیره که بخواد بره گوش شکار بکنه و اینه، اون کارش به اون رسیدی که پشت یک کامپیوتر نشسته. من مطمئن هستم که همه بیرندگان میدونن تشخیص بدن که تفاوت یک بشری مثل امروز که با کامپیوتر داره کار میکنه. حتی یه چیزی من بهتون بگم، زندگی امروز بشر با زندگی موقعی که این تلفن های دستی اختراع شد و شما شروع کردید به خریدن، زمین تا آسمون فرق کرده، نه؟ بله 100%، ها 100%، بله
درصد وقت کردیم. حالا یک همچین تحولات عجیبی که در زندگی همه ماها که الان هستیم، فقط این یک دستگاه تلفن، یه تلفنه که میدونید برید 300-400 دور بدید بخرید، و این کامپیوتر دستیه، یک کامپیوتر دستیه این که ما داریم، این کارهایی که این میکنه و رابطه هایی که این برای ما ایجاد میکنه، ما میتونیم با همه کارا برو با یکی دستگاه کوچکه بدونید در از روز انجام بدیم. چه دنیایی شده، چه فرقی کرده. حالا شما این فرقو باید شما برید ببینید چه زبانهایی، چه فرقهای مختلفی بوده در طی مدت تکامل بشر. در طی مدت تکامل بشر یعنی از حتی میلیون ها سال پیش که بشر هنوز به عنوان بشر وجود داشته تا امروز، یک تفاوت فقط زیاد است. زمانی که دیوریشن، یعنی زمانی که طی مدت اون زمان این اتفاقات میافتاد، هرچی که از تاریخ عقب برید، الان که من اینجا نشستم، من و شما از امروز از این ساعت، از این ثانیه، وقتی که عقب بریم، اینا همش بسته به اینی که زمانی گذشته باشه. هممون میدونیم که من زمانی که ما الان داریم از یک سال پیش تا به حال خیلی فرق داره تا زمانی که یک سال پیش رو در 100 سال پیش برید بگیرید، فقط که 100 سالتون بوده. من الان مثلا 90 ساله، به الان یه روز برای من یک اتفاقات بیفته، یک کارهایی میتونم انجام بدم، یک ابزارهایی اختراع کردم به عنوان بشر دارم بگم که این ابزارها به من کمک میکنن که من در یک روز که زندگی دارم میکنم، زنده هستم و زندگی دارم، بدونم از پس اون زندگی بگردم، اوکی؟ بدونم که چیزهای یاد بگیرم. حالا آقای دکتر اینجا نگه دارید، ما همیشه یه پرانتزی وسط برنامه‌مون باز میکنیم، بعد ادامه مطلب رو دوباره میدیم. آیا شما فکر میکنید با این پیشرفتی که انسان کرد، آیا خوشبختر شده، به آسایش بهتری رسیده، یا زمان گذشته، حالا نه خیلی دور، ولی آیا گذشته خوشبختر بوده یا الان؟ خوشبختر چیه آقای؟ یعنی آسایش، رفاه، آرامش فکری، همش بستگی به این داره که ایندیویدوالی چی باشی. در کل بشر رو میگم، درست نیست، بسته به این که کی باشی. 1000 سال پیش شما کی بودی؟ 100 سال پیش کی بودی؟ اگر 1400 سال پیش، 1312، آره 1400 سال پیش که کوروش کبیر شاه ایران بود، شما اگه کوروش کبیر بودید و تو همه دنیا شاه بودید و همه دنیا رو بگردوندید، خب شما زندگی تو خیلی راحت تر بود تا اون یهودی که در اسرائیل داشته زندگی میکرده، این رومنا اومدن گرفتن چیز بزرگش رو، اون کلیسای بزرگش رو خراب کردن، این همه اینا رو اسیر کردن، گرفتن بردن در عراق، و تا اینی که کوروش کبیر از ایران رفت در عراق، اونا رو نجات داد، نجاتشون داد، و مقداریشون رو که بهشون گفت میخواید با من میتونید برگردید ایران، یا میدونید برگردید برید به اسرائیل، تو همون چیزتون، مقدار خیلی کوچکشون تصمیم گرفتن که با کوروش کبیر برگردن ایران. اینا برگشتن در ایران و چی رو تشکیل دادن؟ جامعه یهودی ایرانی، که یکیش منم. گوش بدید، من فامیل مادرمو میدونم برگردونم، درست بگم کجا بوده 1300 سال پیش، جزء اونایی بوده که کوروش کبیر اینا رو از عراق برداشته و آورده بوده در شیراز، پایین شیراز اونجا یه دهکده درست کرده و اینها اونجا چیز میکردن، شراب فروشی میکردن، و فامیل مادر من همه شراب فروش بودن. گوش بدی، با پدر بزرگ من تا پدر مادر من، بعد از پدر مادر من، اوکی، پدر مادر من
دو تا پسر آورد، سه تا پسر داشت، سه تا دختر. از سه تا پسراش یکیش یک تصادمی کرده بود، از جای افتاده بود پایین دیواره شده بود و ایده اون اسمش ساقی بود. خیلی ایرانی های که اولد هستن ساقی رو میشناسن که کی بوده در این در تهران خیلی مشهور. دو تا دیگه شون کی بودن؟ برادران الغانیان. بله، برادران الغانیان، حاجی عزیز و حاجی میرزا آقای الغانیان. و این حاجی عزیز و حاجی میرزا آقای الغانیان اینا چطور یه دفعه شدن الغانیان؟ یک نفر به اسم رضا شاه کبیر اومد شد شاه ایران و در تهران شاهی شروع کرد، یک چیزی رو درست کرد، دودمان پهلوی رو درست کرد. اولی رضا شاه اولی دودمان پهلوی بود. تا اون زمانی که رضا شاه پاشو به تهران گذاشت، اوکی، اون شورش خودش رو به جا آورد، اوکی، و گفت که اعلام کرد که یهودی ها دیگه آزاد هستن، میدونن هر جایی که میخوان برن زندگی کنن. 1300 سال تمام از وقت کوروش کبیر این یهودی ها رو اوورده بود در عراق، که اومده بودن در عراق. البته 1300 سال بیشتر ها، نزدیک 2000 سال میشه. 1400 سال پیش که اسلام اومد، قبل از اسلام بود دیگه. آره اینا 2000 سال پیش تقریبا. من همیشه اینا رو میدونی به چی میرم؟ داروش، به تولد خودم. تولد من سال 1312 بود. این تولد سال 1312 این بستگی به اسلام داشته یا بستگی به اسلامه؟ اون تاریخ اسلامه. اسلامه. هجری شمسی. چند سال بوده؟ میشه حدود 2000 سال پیش. چقدر؟ حدود 2000 سال پیش. نه بابا، 400-500 سال پیش. بابا تاریخ میلادی الان 2024ه. 2024ه میلادی، یعنی از زمان تولد مسیح مثلا. آیسی پس میره عقبتر، بیشتر میشه. حالا فرقی نمی کنه زیاد، بحثا این تاریخ های مختلف نیست، ولی یک جای در تاریخ ایران همون جوری که انتای سمیتیزم گوش میده در همه جای دنیا وجود داره، الان هم وجود داره در همه جاهای مختلف دنیا، امروز هم وجود داره، در ایران این چه صورتی در آورد؟ این صورتی در آورد که گفتن که یهودی ها از یک محل خودشون دور بیرونتر از اون نمیدونن زندگی کنن و اسمشو گذاشته بودن محله یهودی ها بود. ما ایرانی ها، ما یهودی های من حالا فقط یهودی ها رو دارم میگم برای خاطر که این تیپیکال بوده، مثل قسمت های مختلف بوده، نژاد های مختلف، آدم های مختلف، که اینا هر کدوم چطوری تاریخچه های خودشون رو داشتن و این تاریخچه هاشون عوض شد تا اینی که هر کدومشون اومدن و چی عوض کرد اینا رو؟ تاریخ مملکت عوض کرد، بسته به این بود که کی شاه شده بود، در چه مملکتی زندگی میکردن. ما خوب بود صبر کنیم تا اینکه کوروش کبیر بیاد یه دفعه ما رو نجات بده ببرتمون اونجا. اسلام هم که اومد بارو گذاشت، گفت که باید در محله خودتون در شیراز بمونید. ما همه در یک محله در شیراز موندن تا وقتی که در دوره قاجار اینا اصلا فامیل خود برادران موندن در شیراز، تا اینی که در دوره قاجار، حالا دوره ببین که یه اینا در دوره مظفرالدین‌شاه بود، اینا از شیراز اومدن در تهران و چیزا این مال این سلسله مظفر دیشاوی نست چی قاجار بود؟ یا دیگه چی؟ سلسله قاجار آره. این قاجارا بودن که قرار گذاشتن که یهودیا در تهران، در اونجایی که به حساب پایتخت قاجارا و اینا بود، گفتن در تهران، اینا نمیدونن هر جایی که بخوام برنده کنن، اینا فقط یه خیابون به اینا دادن، اسمش هست به اسم خیابان سیروس. الان خیلی از شهروندهای ما در ایران که دارن این صحبت رو گوش میکنن، اینا خیابون سیروس رو فهمیدن. البته همه یهودی ها میدونن کجا بود، اسمشو گذاشته بودن محله و ما همه بهش گفتیم
کجا زندگی میکنی؟ میگفت تو محله. محله کجا بود؟ اون سه تا چهار تا خیابونی بود که همه یهودی ها اونجا زندگی میکردن، همه مجبور بودن اونجا زندگی کنن. ولی کسی که اومد و گفت که یهودی ها دیگه مجبور نیستن فقط در اینجا زندگی کنن مثل بقیه ایرانی ها هر جایی که میخوان زندگی کنن، رضا شاه بود. اوکی؟ و رضا شاه بود که به حساب من تاریخ یهودی های ایران رو دارم میگم. این هم دارم میگم برای خاطر اون چیزیست که من خودم باش اکسپیرینس داشتم و میدونم. ولی خیلی خیلی از در هر شهر ایران، در مشهد هم حتی، در تبریز هم، در هر جای تهران، در هر جای ایران، در طول این 2000 سال و این اون این قوانین مختلف بود، تا اینی که یه نفر میبرد این قوانین عوض میشد. نتیجهش چی بود؟ مردم تمدن پیدا میکردن، زندگیشون عوض میشد، میرفتن. حالا این زندگی مال ما چجوری عوض شد؟ زندگی مال شخص بنده که اینجا براتون نشستم روزی عوض شد که رضا شاه کبیر گفت که آقا یهودی ها از شما از خیابون سیروس که محله یهودی ها بود، البته ما میگیم محله یهودی ها، شما مسلمان ها بهش میگفتید محله جودا. اوکی؟ اینو من یادمه که خیلی من به من میگفتید تو محله جودا زندگی میکنی، من میگفتیم آره یا نه. اوکی؟ حالا به هر صورت از اونجا دیگه، از اونجا دیگه زندگی اومد بیرون. کی بودیم؟ دو تا عموی من بودن، دو تا دایی من بودن، دو تا برادر بودن. اینا کسی بودن که از محله جودا، محله یهودی های خیابون سیروس به دستور به دستور رضا شاه که آزادی بهشون داد، اینا اومدن میدونی چی کار کردن؟ صاحب چهار حسن آباد شدن. اینا اومدن چهار حسن آباد زمیناش خریدن و همه ساختمونی که در چهار حسن آباد ساخته شده بود این دو تا برادر با هم دیگه ساختن و شدن میلیونه ریل استیت من خیلی بزرگی شدن در ایران. خوش میدید؟ اینا هم دو تا خواهر هم داشتن، دو تا خواهراش، یکیشون مادر من بود، یکی دیگه شدن مادر کی بود؟ مادر اون هفت تا الغانیان های خیلی مهم و بزرگ هست که همه ایرونی ها میشناسید، اون میلیونرهایی که اون ساختمون های بزرگ و داشتن و فلان و بیسار و اینا. حالا اینو چرا دارم میگم؟ برای اینکه بدونید که این اتفاقی که برای این دو تا برادرای الغانیان و هفت تا برادرای دیگه که پسرای یکی از خواهرای این دو تا الغانیان بودن افتادن، اوکی؟ اینا همش در عرض دو تا چیز، یه پدر و یه مادر اتفاق افتاد تا این دیگه امروز شده. حالا یه چیز دیگه هم بهتون بگم برای خاطری که تاریخ رو میخوام بهتون بگم که این چقدر فرق میکنه. همین دوتا برادری که به دوتا خواهری که گفتن، یکیش مادر من بود، یکیش اسمش بود خانم جان الغانیان. بر عکس همه اینا رو یادت باشه برات بفرستم یه دفعه دیگه نشون بده همه بشناسن اینا رو. اوکی؟ این دوتا که هفت برادرای الغانیان رو داشتن که شما در ایران آقای حبیب الغانیان رو میشناسید، آقای داوود الغانیان رو میشناسید، جان الغانیان و نورالله الغانیان رو میشناسید. جان و نور، این چهار تا برادرای بزرگ بودن، سه تا هم برادر کوچیک بودن. این هفت تا برادرها زیر سر داییشون که حاجی عزیز الغانیان بود، اینا رو برد در اروپا و یادشون داد که چجوری خرید و فروش کنن. اینا شدن چی؟ عوض این که بیان صاحب ملک بشن، اینا شدن بزرگترین تاجر تهران. حالا یکی از این برادرها به اسم نورالله، سه تا پسر، سه تا پسرها، دو تا شد الان در نیویورک هستن، الان که من دارم با شما صحبت میکنم در نیویورک هستن. ثروتشون 10 بیلیون دلاره، بیلیون، خدا زیادش کنه، 4 بیلیون. و تنها چیزی هم که اینا صاحبش هستن ساختمون در نیویورک، بزرگترین ساختمون های نیویورک که شما ببینید. حالا شما اونا که در نیویورک دارید زندگی میکنید، برید در ایست ریور رو نگاه کنید، ایست ریور طرف مشرقش رو نگاه کنید، به زمین های خیلی بزرگی اونجا هست. همه این زمین ها مال یکی از این پسر ها، دو تا پسر ها که با هم میگه شریک موندن.
اینها در خود در وست ایست ریور که میشه چی؟ که میشه شهر نیویورک. اینها در اونجا در حدود 6 بیلیون دلار تا این ساختمان‌های بزرگ نیویورک مال اون. اینا دارم میگم برای اینکه بدونید چطوری در یک پدر و مادر و یک دو تا پسر چقدر میدونن اینا پیشرفت کنن و چقدر میدونن اینا جلو برن. در عرض حالا اینو برگردید شما روی تاریخ یهودیای ایران که از 2000 سال پیش تا 3000 سال پیش شروع شده بود، یه دفعه چقدر عوض شده. یه چیز دیگه هم بهتون میگم، بنده پسر یکی دیگه از این دخترای الغالیان هستم. اوکی، بنده کی هستم؟ من یه ملک به عمرم ندارم بغیر از این آپارتمان فسخلی که توش دارم یه زندگی میکنم، ولی یه چیز دیگه دارم. من دو تا درجه از MIT دارم و من در آمریکا بزرگ در آمریکا تحصیل کردم و برای نیروی هوایی آمریکا، نیروی دریایی آمریکا، برای نیروی سپیس آمریکا، نسا، برای اینها کار میکردم. چون تحصیلاتی که من داشتم تحصیلات خیلی 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 جالبی بود که من یکی فقط شانس داشتم که اینو داشتم این تحصیلات رو بکنم. اینم برمیگردم دوباره به چی؟ به اینی که اتفاقاتیست که میفته در هر فامیلی، در هر دینی، در هر شهری، در هر قبیلهی، در هر مملکتی. اوکی؟ اون موقع شاید مردم دنیا در حدود شاید 7 میلیون بودن، امروز 7 میلیون 8 میلیون آدم در زمین. ببینید میلیارد سلام میلیارد نه میلیون میلیارد چی میلیارد بیلیون جمعیت جهان گفتی میلیون گفتی نه گفتم بیلیون تو بیلیون شد آه بیلیون اوکی حالا و مقصود من از همه گفتن اینها اینه که شما بتونید که برای چه مدتی من دارم صحبت میکنم، اوکی، در عرض چه مدتی ما داریم تکامل بشر رو بحث میکنیم در این، اوکی، و این تکامل رو اگه میخواید بخونید باید برید کتاب پدیده‌های فضایی رو بگیرید و از موقعی که اون چهار تا ماهی ها از زیر دریا اومدن و با روب چهار تا باهاشون رو سطح زمین راه رفتن و کم 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 بزرگ شدن و شدن اون میمونه و اومدن شدن این آدم هایی که از میمونه اومدن و پشت کامپیوتر نشستن و یکیشون هم شد ابراهیم ویکتوری، یکیشون هم شد هنری الغانیان. گوش میدین که الان یکیش که 7 بیلیون دلار پول داره، یکیشون ابراهیم ویکتوریه. 100 بیلیون دلار من درس خوندم و میدونم، کسی دیگه نیست که مثل من تو فامیل داشته باشه همچین چیزی رو. البته خارج از فامیل من خیلی هستن که از من این سواد و این رو دارن، ولی مقصود من اینه که پیشرفتی که یک اندیویجوال میدونه بکنه، پیشرفتی که عضو یک یعنی یک بشر میدونه بکنه، پیشرفتی که یک بشری که عضو یک فامیل هست میدونه بکنه، پیشرفتی که بشری که عضو یک نژادی هست میدونه بکنه. شما تاریخ بشر رو نگاه بکنید، از تاریخ بشر شما همه اینا رو میتونید ببینید. حالا کاری که میخوام شما بکنید یه فکر فقط بکنید، یک دقیقه فقط یه فکر بکنید. ببینید از روزی که نبگیم که تاریخ بشر شروع شد، از روزی که بشر یه خورده زندگیش بهتر شد و تونست که یک عدونی پیدا کنه و تونست که حتی در آسیا به وجود آسیا یعنی قاره آسیا به وجود آمده بود و اینها در عربستان به وجود آمده که الان مسلمان ها هستن و مسیحی ها هستن که در اروپا و در آمریکا و اونجا ها هستن و در ایران زرتشتی ها رو هم بگیم. برای که زرتشتی ها اولین دینی بود که در ایران به وجود آمد چند سال پیش، 2000 سال پیش،
بعد از اون هم دین های دیگه ای که به وجود آمدن دین یهودیت بود، دین مسیحیت بود تا دین هایی که الان هم از سری پیشون ساینتولوژی یه دین جدیدیه که 20 سال 40 ساله که در آمریکا هم هست، یه آپارتمان یه این مختلف این صدایی که داره میاد اوکی، دین شد یکی از عامل‌های بزرگ 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 از دیگه بشریت به وجود آمد. این دین از کجا شروع شد؟ همونجوری که دفعه پیش شما خودتون گفتید از موقعی شروع شد که اولین بتو دادن به یه مرد و یه دونه زن جوانی ده یه بت با خودشون عروسی که کردن بت رو بردن تو خونه شون و گفتن این خدای ماست و هر چی که ما داریم اون به ما میده. اون اول دین بود. از اون دین های مختلف و بعد what interesting و من الان میاره به قسمت دوم این برنامه. what is interesting اینه که این دینی که در اونجا به وجود آوردن حضرت ابراهیم برای اولین باری بود که یک خدای تازه آورد. این دینا بستگی به خدای مختلف دارن. اوکی؟ دینا اولا یه چیزی از حالا بیاید من بهتون بگم قبل از اینکه شروع کنید و این اون اگه پی دین دارید میگردید تو این برنامه بی خود نگردید. این برنامه درباره دین نیست، این برنامه درباره نقش دین هست در تکاملیت بشر. اوکی؟ هیچ کاری به کار این که دین چی هست نداره. دین چی هست و من در یک جمله میدونم براتون تشریح کنم. اوکی؟ و جمله شم رو کتاب خدا دین علم من نوشته شده که نوشته چرا بشر خدا را آفرید. اوکی؟ همه مون میدیدیم که آقا این چرن چیه ویکتوری میگه چه بشر خدا را آفرید؟ خدا بشر رو آفرید. ولی من میگم نه، چرا بشر خدا رو آفرید؟ میایین به این کتاب دومی که بعد از کتاب پدیده‌های فضایی که شامل تکامل فیزیکال تکامل بشره، تکاملیت بشره فیزیکلی و اینی که باهوش و با ذهن و فلان اینا شد که البته شامل ساینتیفیک اپرووال میشه، قسمت که هست که ساینتیست هایی که کمک کردن به اینی که نشون بدن به بشر که داشت تکامل پیدا میکرد که بابا چجوری تو باید فکر بکنی اوکی؟ که بتونی تاریخچه خودتو بدونی از کجا اومدی و به کجا داری میری. آقا جون این راهی که تو اومدی وسط راه یه خدایی رو پیدا کردی و خیال کردی با این خدای داری میری، نه عوضی داری میشنوی. حالا اگه میخواید ببینید چرا عوضی داری میشنوی برید کتاب خدا دین علم رو بخون. چرا؟ چون کتاب خدا دین علم کتابیش که با این کتاب پدیده های فضایی نشون میده که چه نقشی دین در تکاملیت بشر داشته. یعنی جناب ویکتوری میخوان شما بفرمایید که پیدایش دین و حالا به قول شما آفریدن آفریدگار اینا در تکامل بشر نقطه مثبتی بوده یا نه؟ نقطه مثبتی بوده. میدونی چرا؟ برای خاطری که در عرض 3000 یا 4000 سال تاریخ بشر که بزرگ که خیلی جلو اومده و اینا اون دین اینا رو هلپشون میکرده که جلو بیاد. اون دو چیزی که هست در طی اون مدت دین چیزی بوده که اونا باور میکردن و طبق گفته هایی که هر کسی یه ملای میرفت میشه میمشت و اینا اون یا یه آخوندی یا یه چیزی میمشت
اینا ایمانی که به اونا داشتن اونا رو مجبور میکرد که درس بخونن، برن چیز یاد بگیرن، البته کمک میکرده. ولی بابا جون قربون تو برم، نه مثل اینی که اینایی که حالا تو ایرون سوارن خودشونو جمهوری اسلامی آخونده و اینا اون میدونن همه چیز رو تو دنیا بذارن کنار فقط بگن همه چیز دینه. اون نه، اون اشتباس، اینا اشتباه دارن میکنن، اینا چیزی سرشون نمیشه. نه البته همون زمان هم جناب ویکتوری دانشمندای بزرگی مثل ابوریحان بیرونی، زکریای رازی یا شخصی مثل ناصر خسرو، اینا همه مورد تنفر مذهبیون بوده همیشه. آره البته یعنی مخالف علم بودن از اول. مخالف علم نبودن اینا، اینا مخالف علم نبودن. چطور از کجا بگی که مخالف علم بودن؟ خب وقتی شخصی مثلا زکریای رازی رو طردش میکنن یا ابوریحان بیرون یا بقیه کسای دیگه ای که دانشمند، ابن سینا رو حتی مذهبیون، اینا رو اصلا به عنوان چیز قبول نداشتن، اینا رو کافر میدونستن دیگه. مذهبیون اونا رو کافر میدونستن؟ مذهبیون رو من میگم. آها پس اینها اوکی، اینها اندرستندینگ مذهبیون رو داشتن. بله مثلا که من و شما که این کتاب خدا دین علم رو خوندیم، گوش میدیم، من وقتی اینا رو یاد گرفتم که شروع کردم این کتاب رو نوشتم، شما هم این کتاب رو خوندی که این چیزایی رو یاد گرفتی که داری بگی و اینا، گوش میدیم، تونستیم تشخیص بدیم آقا جون چرا این همه چیزی که اینا به کون خدا دارن میبندن که میگن خدا داره میکنه محال ممکنه بدونه بکنه. در مرحله اول وجود نداره که این کار رو بکنه. میدین چی بهتون میگم؟ آره. باید بخونید. چرا؟ برای اینه که تیتر این کتاب هست خدا این علم. اوکی؟ یعنی خدا رو از نظر دین و از نظر علم تشریح میکنه براتون. این یعنی خدا دین علم. چرا بشر خدا رو آفری؟ و این جزء ایناییست که دلیل و برهاناییست که تو این کتاب باید بخونید که ببینید چی هست. نه اینی که آقا جون بیایید بگید که خدا رو در عرض 6 روز، اینا چی میگن در عرض 6 روز کره زمین رو درست کرد، بعد شبانه روز رو به وجود آورد، همه جا رو تاریک کرد، بعد همه رو روشن کرد. Let there be light, there was light. عادی که به اونجا که یعنی چه let there be light, there was light. یه ذره تلویزیونی بگید جو کلمات رو زیاد کرد. همه بنگ و همه اینی که چجوری light به وجود میاد و اینه اون که یک قسمت بزرگی از فیزیکس هست. You want to know how to let out the light, let there be light mood? بیا بایی علم فیزیک بگی بخون، برق یاد بگیر. اوکی؟ بیا برو بفهم که از کجا اومده اینا. مثلا مهمتر از همیشه، حالا بخوام یه چیزی دیگه براتون بگم. همه ما میدونیم بمب اتم چیه؟ فیلم آپنهایمر رو دیدیم. همه ما میدونیم که بمب هیدروژن چیه؟ ببینم 50 سال پیش، 50 سال پیش آره، قبل از سال 1940 و 7 8 10 40 2 3 43 44 که اولین بمب اتم منفجر کرده ها. بله کسی فهمیده بود راجع به بمب اتم؟ کسی میتونست فهمیدن؟ ساینتیست ها فهمیدن، نه آخوندی اوکی، نه ربایی آرایت، نه مسیحی، نه از این کشیش های، نه کشیشی، هیچ کدوم اینا اینجور چیزها رو، اینجور سوادها رو نداشتن که بیان بگن که بمب اتم میتونیم درست کنیم. الان هم اگر ازشون بپرسیم بمب اتم چیه نمیدونن. اونا نمیخوان زندگی شما رو بهتر کنن، میخوان روح شما رو بهتر کنن. روح اینه که خیلی خوشم اومد که اینو گفتی. میدونی چرا میگن روح تو بهتر شه؟ برای خاطر اینی که اونهایی که اینو باور میکنن، اونهایی که نشستن اینجا پی دین هستن و دین رو میشناسن و دین رو قبول دارن و
این همه دیوونه بازی در میارن سر دین، حالا دارم صحبت این آخوندها رو تو تهران دارم میکنم ها، گوش میدی که اینا چقدر شعور ندارن بفهمن که همچین چیزی رو نمیشه در عرض اینجوری که اینا میگن به وجود میاد به وجود میاد. باید بری علم فیزیک بخونی تا اینا رو بدی. سخته آخه درس خوندن، سخته آقای ویکتوری. چجوره؟ درس خوندن سخته آخه. اون روحانیون بهتر درس نمیخونن چون سخته. آه اوکی، پس من چی؟ من که رفتم خوندم، خب پس سختی که خواهی نخونده بودی الان آخوند میشدی دیگه، خیلی هم خوب صحبت میکردی. نه آقا جون، باید بری درس بخونی یاد بگیری. گوش بیدی چی دارم بهت میگم. There is the difference آقای باقری، تفاوت چه الان با یه جمله گفتی، تفاوت چه با یه جمله گفتی. دین این به تو میگه تو باور میکنی. گوش میدی؟ اینجا دو صفحه، در تو دو صفحه تو دین، تو این هر دو تا کتاب، هم کتاب خدا دینه و هم دینه، هم کتاب پدیده های فضه، دو تا صفحه دین میگه که چی چی هست 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 هست. تو هم باید باور کنی که هست 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 هست، هرچی که بهت بگن باور بکنی. یعنی چه؟ من که باور میکنم، برای اینکه من میگم اگه برم اون دنیا این خبرها باشه پدرمو در میارن. من باور میکنم. حالا شما رو بگید. آخه ببینم اگه باشه کجا خبری هست؟ چه خبری هست؟ چه جوری ممکنه؟ من نمیدونم، شاید باشه حالا. اگه خبر بوده خودشو نشون نمیداده. یه علامتی نمیداده. چه علامتی؟ علامتش همین آقایون روحانیون و آخوندا که اومدن برای ما دارن اینا رو میگن دیگه. اونا خریت مهار داره نشون میده داریش جان، اونا خریت مهار داره نشون میده که اینا رو رفتیم شاه رو گذاشتیم کنار، اینو لاغا رو آوردیم. یعنی چه آقای اون خود؟ بینندگان عزیز، هر چی آقای ویکتوری میگه از طرف خودش میگه ها، من کاری ندارم. دوستان عزیز، آقای ویکتوری وقت زیادی نداریم، اجازه بدید من یک توضیحاتی اینو فقط اینجا رو یادمون باشه، هنوز رد نشدیم از این مرحله برای برنامه بعد ها، هنوز نرسیدیم. آره نه دیگه، الان وقتمون متاسفانه به پایان، اصلا صحبت های شما انقدر شیرینی که آدم دلش نمیاد که اصلا بره کنار یه حرفای دیگه بزنیم، ولی اجازه بدید من یک توضیحاتی رو بدم راجع به این دو کتاب جناب ویکتوری. دوستان عزیز، این مطالبی که جناب ویکتوری میگن و در این برنامه بحث میشه راجبش، در دو کتاب خدا دین علم و پدیده های فضایی همه اینا اومد. کتاب خدا دین علم ابتدا نوشته شد و منتشر شد، سپس پدیده های فضایی. ولی جالب اینه که شما وقتی کتاب خدا دین رو علم رو دارید و میخونید، اگر کتاب پدیده های فضایی رو داشته باشید، قبل از این کتاب در حقیقت باید پدیده های فضایی رو، با اینکه بعدش اومده ولی چون از بیگ بنگ شروع کرده و اومده جلو تا رسیده به جایی که مذهب و خدا و غیره راجبش بحث میشه، اینه که این دو کتاب در حقیقت وابسته به هم هستن. این دو کتاب هم همونطوری که همه شما دیگه میدونین از مجموعه پنج کتابی که آقای ویکتوری داشتن، یعنی شگفتی های جهان، اسرار کائنات یک، اسرار کائنات دو و این کتاب خدا دین علم و پدیده های فضایی، این دو کتاب فقط باقی مونده. اون دو کتاب نیست، اون سه کتاب دیگه البته تو ایبی اونجاها به قیمت های خیلی بالا، 400-500 دلار، 200 دلار، 300 دلار هست، اگه بخوایم میتونیم بریم تهیه کنیم. ولی آقای ویکتوری دیگه حتی یه نسخش هم از بعضیاشون نداره. اینه که این دو کتاب هم تعدادش، بارا گفتم براتون، خیلی کمه. خوشبختانه استقبالم خیلی خوب بوده. این مجموعه این کتاب های چیزی نزدیک فکر کنم 200-250 تا بودش که خیلی به سرعت رفتش. یعنی فکر نمی‌کنم بیشتر از یکی دو هفته دیگه، سه هفته دیگه ما کتابی داشته باشیم که تقدیمتون بکنیم. اینه که این کتابا رو تهیه بکنید. این کتابا همونطور هم که میبینید اولا خیلی شیک درست شده. این که میگم شیک به خاطر اینی که میگم برای کادو هدیه دادن بسیار شیک درست شده. صفحات کتاب همه از کاغذ گلاسش پر عکس، نصف کتاب فارسیه، همون مطالب به انگلیسی هم گفته شده. یعنی کسی که به زبان فارسی اگر مسلط نباشه، حالا نوتون، دوستتون، همکارتون، غیر ایرانی، ایرانی، این کتاب رو بهش هدیه بدید، هم میتونه از زبان انگلیسی، بخش انگلیسیش استفاده کنه یا از بخش فارسیش. این کتاب هم همون جوری که الان دیگه همه میدونید حدود 7-8 سال پیش تقریبا چاپ شد و اون موقع کتاب ها 100 دلار قیمتش بودش
ولی الان اگه زنگ بزنیم به این شماره 818-451-5678 به لطف بسیار با ارزش جناب ویکتوری اینا رو 80 دلار روش تخفیف گذاشتن، فقط و فقط اصلا بحث بیزینس نبوده این کار، فقط گفتن که بیشتر امکانات بیشتری باشه برای کسایی که میخوان این کتاب ها رو تهیه بکنن که زودتر بتونن تهیه بکنن این کتاب ها رو داشته باشن. و لطفاً به شماره 818-451-5678 زنگ بزنید تا تعداد کمی که این کتاب ها مونده از دست نرود. ما به آخر برنامه رسیدیم، حتی 30 ثانیه هم دیگه فرصت نداریم. جناب ویکتوری باز هم ممنون از اینکه در این برنامه شرکت کردین. حتما خوشمون اومده. خدا یارو نگهدار همگی تا برنامه آینده. بسکریت طرفتن. آفه دیگه. خدا حافظ. We'll be right back.